زندگی نامه چنگیز خان مغول. چنگیز خان بزرگترین و بی‌رحم‌ترین فرمانروای تاریخ است که دنیا به خود دیده است. از لحظه چشم به جهان باز کرد، همه چیز تغییر کرد. اونقدر خونریزی و انسان کشی کرد که در میان مسلمانان و مسیحیان به نام دجال معروف بود. اسم اصلی او تیموچین بود. تیموچین یا تیموچین خان مغول و سردار جنگ بود که قبایل مغول را متحد ساخت و با فتح قسمت زیادی از آسیا شامل چین، روسیه، ایران و خاورمیانه و همچنان اروپای شرقی امپراتوری مغول را پایه‌گذاری کرد. چنگیز بین سال 1162 تا 1167 در استپ‌های مرکزی آسیای میانه به دنیا آمد. کودکی او صرف چاپونی و گردشگری در استپ‌ها شد. او پسر یک از فرماندهان مشهور مغول بود و کودکی زندگیش درگیر و داری کشمکش‌های بزرگی مغول سپری شد. اما زندگی چنگیز از 9 سالگی دگرگون می شود. پدرش توسط تاتاری‌ها به قتل می رسد و بزرگان قبیله او را با همراه مادر، خواهر و 5 برادرش به جلگه لمیزره تبعید می کند. بزرگان قبیله انتظار داشتند آنها بمیرند، ولی اینطور نشد. چنگیز جانشینی پدر شد. در ابتدای کار چنگیز خان از تیر و کمانش برای دفاع از خانواده استفاده می کرد، ولی پس از مدتی که احساس کرد برادر ناتنیش به او زور می گوید او را به قتل رساند. چنگیز در این سنی کم آمادگی رهبری و آغاز نبرد بزرگ برای کسب قدرت را داشت. چنگیز خان که از قبلش ترد شده بود نیاز داشت دوستان قدرتمندی پیدا کند تا رهبری مغولان را به دست گیرد. بنابراین با جام خان فرزند یکی از فرماندهان بزرگ طرح دوستی می ریزد. این دو جوان با هم متحد می شود و به گفته کتاب محرمانه تبدیل می شود به یک گروهی که در دو بدن همواره از هم حمایت می کند. این دو جوان ستاره میادین جنگ بود، ولی چنگیز در 20 سالگی ناگهان ناپدید می شود. او بعد از 10 سال دوباره به قبیله باز می گردد. کسی دقیقا از این 10 سال غیبت او خبری ندارد. در کتاب تاریخ محرمانه هم اطلاعاتی دقیق موجود نیست. اولین تصمیمی که چنگیز خان پس از رسیدن به رهبری میگیرد آماده کردن ارتش برای حمله به تاتاری ها است که پدرش را به قتل رسانده بود. جنگی که میان لشکریان چنگیز و تاتاری ها در این میان بیشتر بود، تاتاری ها تا جایی که توان داشت در مقابل چنگیز خان جنگیدند. چنگیز خان و سربازانش دستور داده بود که هر تاتاری و با هر سن و سالی دیدن به قتل رسانند. چنگیز در 39 سالگی بر تخت نشست. قلمرو او در آن زمان در آسیای میانه از کوههای آلتایی تا کوههای خینگیان، در شرق و در شمال تا دریای بایکان ادامه داشت. چنگیز در میان فرمانروایان عصر خود فردی برجسته بود. او پس از نشستن بر تخت نخستین اقدام کرد به وفاداران خویش پاداش داد و از کسانی که مهارت‌های عالی داشتند قدردانی می‌کرد و همچنان فرماندهان را از بین وفادارترین پیروانش انتخاب می‌کرد. چنگیز خان برای اینکه سربازانش با او و ملت وفادار بمانند، لشکریان خویش را فقیر و نیازمند نگه می‌داشت تا به وی ناچار شود. چون می‌دانست وفاداری به آسانی نیست و می‌کوشیدند تا قدرت قبایل را کم کند. سربازان چنگیز چنان تعلیم دیده بود که توان داشت امرها را فوراً به صورت یک واحد هماهنگ اجرا کنند. انضباطات سربازان مغول به تدابیر جنگی عامل غلبه آنها بر دشمن می‌شد. چنگیز خان موقعی که می‌خواست شهر را تسخیر کند یا شاه را به اطاعت خویش خواند، نخست الچیان را می‌فرستد و اگر پذیرفته نمی‌شد دفع وی به جنگ لازم بود. موقعی که چنگیز به شهر می‌رسید، اگر اهل آن پیشکش آورده و استقبال میکرد، چنگیز متعرض شهریشان نمیشد و از طرف خویش امیر بر اونجا میگماشت و حکمی به نام یرلیغ به امیر شهر میداد تا دیگر کسی متعرض نشود. اگر اهل شهر یاغیگری اختیار کنند، حکمی قتل خانواده و ویرانی شهر صادر میشد. چنگیز خان همچنان زنهای بسیار داشت، ولی مشهورترین ایشان 5 تن بودند: بردفوجین، کنجا خاتون، جا کمبو و دختر تایرو ورسیون، دختر تایگان خان.
چنگیز تمام مملکت مفتوحه را بین پسران و برادرانش تقسیم نمود. اوکتای خان بعد از مرگ چنگیز خان به جای پدرش عمر رهبری امپراتوری مغول را در دست گرفت.